هموطنان عزیز ما که هنوز مسلمان هستن و خیلی از اونها انقدر در باورشون متعصب هستن که برای این که خدا رو دوست دارن و برای این که رضایت خدا رو به دست بیارن حاضر هستن وقتی بذارن در طول روز 5 بار به حضور اون خدا برن، هوشیار باشن بدنشون نجس نباشه، هوشیار باشن که اگر قبله این سمت هست یه خورده این برتر نرن، هوشیار باشن اگر قرار هست 100 بار صلوات بفرستن 99 بار نشه، هوشیار هستن اگر آموختن باید از ایران تا کربلا پیاده برن، هوشیار هستن روی زمین بخزن نسبت به باورشون. خورده نمیگیریم بهشون، داوری نمی کنیم، چون قبلا همه ما اونجا ایستاده بودیم، حداقل من خودم میدونم که اونجا ایستاده بودم، به دست این اعمال میزدم. اونها نمیدونن که در انجیل متی 6 عیسی مسیح میگه مواظب باش با تکرار وردها تو به خدا نزدیک نمیشی. ضعف اونها اینه که خدا رو نمیشناسن، مانند گذشته ما. ولی امروز ما که خدا رو میشناسیم چقدر بیشتر از اونها باید عمل کنیم، چقدر بیشتر. از این رو هست که باید دعا کنیم خداوند مطابق فیضش همه ایرانی ها رو نجات بده، ایرانی ها حقیقت رو بشناسن، چون دلهای خوبی دارن ایرانی ها، مسلمانان دلهای خوبی دارن، بدون اینکه خدا رو بشناسن فقط خدا رو دوست دارن، حاضرن جانشون رو بدن برای باورشون. چقدر بیشتر ما فرزندان خدا هستیم و اگر اونها ایمان بیارن در کنار خدا دوستی خدا رو بشناسن، شما خواهید دید که جهان رو برعکس امروز که اسلام به نوعی دیگه عمل میکنه، جهان رو به صلح و عشق دعوت خواهند کرد و باعث جلال خدا خواهند شد، با امید روزی که خداوند ایرانیان عزیز رو نجات بده و کشور عزیز ما نمونه خوبی برای توی جهان باشه در مسیر صلح. این نیاز به دعاهای شماست.